کوکو سبزی. کی میتونه کوکو سبزی رو پوک و عالی در بیاره؟ در آوردن کوکو سبزی خوب نیاز به مهارت داره، مثل سایر خوراکا. سوفله فرانسوی ها برگرفته از کوکوهای ماست، ولی ما کوکوها رو نمیایم سفیده و زردش رو جدا کنیم، هم بزنیم سفیدن اونقدر بزنیم که پوچ بشه تا کوکوهای ما حجم بگیره، همینجوری اینو قاطی میکنیم، بنابراین شکل سوفله پیدا نمیکنه. در واقع باید این کار رو انجام داد و زرده و سفیده رو جدا کنین. حالا توی رسیپی به شما عزیزان خواهم گفت. کوکوهای ما از زمان قاجار بوده، به طوری که در کتاب سفره الطعام راجع به کوکو در رنگهای مختلف توضیح داده و کوکو سبزی رو میگفتم با پلاو یا همون پلو خودمون استفاده میکنم. امروز یه سری نکته دارم به شما عزیزان بدم که کوکوهایی که درست میکنین ببینین چقدر متفاوت تر از سابق میشه. با هم بریم درست کنیم. سبزی کوکو که شامل تره و جعفری و گشنیز و شبته باید کاملا خوردش کنیم. دقت کنین در این لحظه اگر سبزیتون رو درشت خورد کنین، کوکوی سبزی خوشمزهی نخواهین داشت. پیاز چم خورد میکنیم و اما چی بگم از سیر تازه که هرگز نباید تو کوکوی سبزی فراموش بشه، اونم ریز خورد میکنیم. مغز گردو هم روی تخت کار خورد میکنیم و با چاقو ریز ساتوریش میکنیم. سبزی و پیازچه و سیر و همه رو با هم مخلوط میکنیم. گردو، آرد، بیکینگ پودر، نمک و فلفلم اضافه میکنیم و همه رو کامل با هم مخلوط میکنیم. یادمون باشه اگر تخم مرغ کوکو زیاد باشه، کوکوی ما پف لازم میکنه. حالا اگر تخم مرغاتون زیاد نبود، برای پف بیشتر کوکو میتونین زرده و سفیده رو جدا کنین. زرده ها رو ابتدا با همزن برقی بزنین تا کاملا کرم رنگ بشه. سفیده هم جداگانه میزنی تا کامل خودش رو بگیره. ابتدا زرده رو به سبزی کوکو اضافه میکنیم، کاملا مخلوط میکنیم و بعد سفیده های تخم مرغ. ببینید سفیده رو وقتی مخلوط میکنین، دقت کنین خیلی آروم هم بزنین تا پف سفیده توی این مواد نخوابه. یه مقدار روغن رو داغ داغ میکنیم. روغن که داغ شد، یک لایه کوکو روی روغن میریزیم، صاف میکنیم تا کاملا یک دست بشه. یه مقدار زرشک در مرکزش قرار میدیم و بعد مجددن روی اون مایه کوکو رو میریزیم. در تابه رو میذاریم تا سرخ بشه. البته بهتون بگم وقتی که سفیده و زرده رو جدا میکنین توی فر قرار بدین خیلی بهتره، چون حسابی پف میکنه. ببینین کوکو ما الان یک طرفش سرخ شده. اگه رو گاز گذاشتین حرارتتون ملایم، مدت زمان طولانی. طرف دیگر رو دوباره تو ماهی تابه قرار میدم تا این طرفم کاملا بپزه. بازم در ظرف رو میبندم. وقتی هر دو طرف کوکو سرخ شد و کوکو مغز پخ شد، کوکوی ما آماده است. توی بشقاب قرار میدیم و هر جوری که دوست داشتین تزیینش میکنین. نوش جون همگیتون. در ضمن کوکو کنار سبزی پلو هم خیلی خوشمزه است.